سلام دوسته گل، چطورید؟ خیلی خوش اومدید. برگشتیم با بول توپوله پسرخالی عزیز همراه با سلطان اعظم خدمت شما هستیم. یک دونه موزیک ویدیو آوردم برات از ولی حجازی، چون میدونم شاد بازی یکی از خواننده‌های آوردم که تخصص شاده. قراره با تو گوش کنیم، کلی لذت ببریم. از کانال توتی بوده، اسم آهنگو که گلچین نوشته، لینکشو در توضیحات براتون میذارم. لطفا اگر ویدیو رو دوست دارید به قول پسر خیلی لایک پدرسگاتون نره، هر کامنت پیشنهاد هر چی دارید. ویدیویی هست، موزیکی هست دوست دارید برام بنویسید، سابسکرایبم که میدونم زدی و مشتی هستی، دمت گرم. ماچ به کلتون. چی دست که بریم آقا، مثلث باش، یکم آرام باش. بیا تو بیا تو این ادعاها رو در نیار، میدونیم شاد میخونی بودو. آزاد ملا دادی برباد چرا. این خانمه کی بود اسمش؟ استاد مهوش. استاد مهوش اسم یکی دوتاشون یادم رفته، همهشون خواننده ناجی، من خیلی نابودم الان دیدم یادم نمیاد. پیر شدی، ما الان دیگه جلو بچه‌ها نمیگیم اندو میزنیم مو سرت مشکی باشه، و یعنی ما که میدونیم سفید کردی همه موها رو. آره پشمامون همه سفیده. سالون رو دیدی؟ چه عظمتیه. اه چه باحال، زدم تو حالت نه؟ خیلی حال میکنم، پاس میکنم. آره. همه نوازنداش زنن. این یه تیکه صدای اولش از تو دستگاه اتوتیون رد شده بود، میدونی؟ همه شد تو اتوتیون رد شده. آره خیلی احساس صدای عجیبی میداد. چه باحالیه. نه بودیش مگه؟ دیده بودیش بکنم ولی اجازی ها دیدم، ویدیوهاشو دیدم خودم، ولی مثلا با هومن ویدیو دیدم متفاوته بچه ها، واقعا بهتون میگم خیلی استعجیبی داره با هومن. مخلصم، حالا خونه هم فوش دادی و تعریف کردی. در حال واسم شبیه منصور نیست؟ یکم آهنگا قدیمی بود منصور میخونه. خیلی ریز و نرم. یه رقص کردی بریم. دستمال کو. دستمال ندارم، لباس. چیز بود دیگه. لباس. اصلا جلو دستمون است. همین ولی بود کردی خونده بود. بعد باید لبم اینجوری کنیم، این لبه خیلی مهمه اینجوری، یه اخمیات بالا لبه خیلی تاثیر میذاره. سیستم داره گرفتم جامعی. لباس رو میکنیم بازی کن. سانگ امان امان ریمیکس. آره نوشته بود دیگه گلچین. دوستان چرا دارن آهنگ عوض شد؟ دوستان چرا دارن پروانه میزنن؟ یه چیزی میخواستم بگم، آقای ولی حجازی الان واقعا خواننده نسل جدیده و جوان ها خیلی باشون حال میکنن، خیلی شاد گوش میدن. من شخصتا خودم اگر بخوام موسیقی افغانستان رو گوش بدم بیشتر سمت فولکلور میرم، چون ارتباطی که باش میگیرم خیلی بیشتره. حالا میگم امکانم داره مثلا تقصیر هومن باشه، چون هومن این سلیقه موسیقیاشو به ما هم نفوذ داد اون زمانی که رش بودیم.
شخصتا امکان داره خیلی بیشتر سمت فول کلور برم، ولی این آقای ولی اجازی خیلی جوان پسندانه میخوره و از ایناست که تو لگزوز بشینی گوش بدی و عشق و صفا کنی و کابل و هرات دور بزنی. حال میکنم اونجا موسیقی باید. مردم چیز فضا شاد میخوان، غمگینن بیشتر، دنبال چیز شاد هم. چی نوشته؟ ولی نوشته رو گردن بندش انقدر میپره هوا اصلا یه شات ثابت نداری. VLE زده، VLE همش در حرکت. من میخواستم تامنیلشو بزنم، دنبال یه شات بودم ثابت باشه، نبود، تار میشد هرچی ازش در میآوردم. تم مصری داره یکم، دیدی شبیه آهنگ مصری و اینجوری یکم عربی طور میزنه. مصری تا الان نشنیدم، ولی آره شبیه آهنگای عربی میده. بچه بودم آهنگ عربی زیاد گوش میدادم، خواننده محبوب زنی داشت همه خوشش میومد، کی بود اسمش؟ نانسی عجرم. آه نانسی عجرم. چقدر بلندی داره خانم کی؟ نه نمیشناسید. فکر کنم مجری بود قبلا، مجری بود اشتباه. میخوام این جای سوال مهمی رو تر کنم. برای همه جوانهای چلمو من میگم، دختر قد بلند یا دختر قد کوتاه کامنت ها رو پر کنین ببینم بچا چند تاشون سلیقه شبیه منه. من دیگه بارها تو ویدیوام گفتم قد کوتاه میپسندم. بیاریم ببینیم چند نفر مثل منن. بیشتریا مثل تو هم احتمالاً. من قد بلند دوست دارم. بلندتر باشه. بلندتر نیست، معمولا هم قدن. بلندتر خیلی کم پیدا میشه. آخه من خودم یکم مثلا 184-5 هم مثلا خیلی قدش بلنده. خیلی نیست، تو رشت مثلا به چشم، تو کرماشو نرمال هم من، چون کرماشو معمولا همشون بلندن آدم ها. مثلا من متوسطم اینجا بلند. از من اختلاف قدی دارم اگه اشتباه نکنم. حتی بچه بودم خیلی کوچیک‌تر بودم، بلند شدم رفتم رشت، من گفت ای چه بلند شدی، چه گنده شدی. چرا دو برابر شدی تو؟ خانومه چه پایه بود، چقدر هم پاها رقصید. پاره کلده نایس. برنامه که این مجری ها یا خواننده های افغانستان باشه تو همین چیز بود، تو این برنامه مجری بود، این برنامه بود دیگه، همه خواننده بودن میومدن میخوندن شبکه توتی، همینجا دیدمش. متوجه شدن که گیتاریست و بند پشت صحنه فیکه بچه، شاید آره دارن نمایش میدن. نمیزنه، آره نمایش میده، نمیزنه. میدونم آهنگ هم از آره من کسر چقدر باحاله ولی آجی، خیلی باحاله. فون داره.
چی افتادم ها؟ عجبه جای رو صحنه باحالی داره. منو یکم هم یاد چیز میندازه، سامی بیگی دیدی؟ اونم رو صحنه اینجوریه. سامی بیگی هم خیلی جم و جوش، البته نه به این شدت، ولی اونم جم و جوشی زیاده. رقص ریزی هم میاد دیدی؟ فقط درشت نی یه ریز رو دیدی لباس این دختر رو دیدی؟ نه کن قرمز رو لباس این فقط فرق داره با بقیه. من اصلا ندونستم کی ورود آره زد. نمیدونم کی ورود زد برای کجکی اومد تو شبیه کامران هومن. اگه دقت بکنی یادته کامران هومن هم یه جور سبکی داشتن دیگه تا یه حدی. آره تنظیمش رو مدرن زدن. آهنگ همزای رو زیم زیم زیمش رو نمیدونم گوش کردی یا اون فرق میکنه. آره اون تنظیم آره بابا گوش میکنه. کردم Special thanks to Mansur Wassel Music Arrangement Kostas Karakcic روسیه یارو تلویزیون استودیو تو تیم دیا. اوکی اسم سخت شده زیاد برود نکنی. جر میده، همیشه جر میده. انرژیه که تو مانیتور داره میاد تو اتاق ما. چیزه سحر رو میشناسی خواننده ایرانی دختره؟ آره همین دیروز دیدم توی یه دونه لایف کنم با یه فردی از افغانستان داشت صحبت میکنم، تنظیم کننده بود، شاعر بود، کی بود، بعد آهنگ ولی حجازی رو داشت میخوند بدون موزیک، گفت مثلا یه آهنگ از افغانستان بخون، هم آهنگی که قبلا گوش کرده بودیم اونو خوند، باحال بود. حالا دیگه یادم رفت مثلا ویدیوشو بیارم. امیدوارم سرگرم شده باشید بچه‌ها با بولی تو بولی اول شما بودیم. نمیدونه چی بگه. نه میخواستم یه چی بگم دیگه دیدم تکراری میشه. با سلطان عزیز آهنگ امزاد بود آخرش شنیدیم، خیلی باحال بود، حال کردم واقعا. اگر دوست داشتید لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. ویدیو اصلی از کانال توتی بوده، لینکشو براتون میذارم و تا ویدیو بعدی خدافظ.